قاتل مرگبار تانک های مرکاوا با نام عملیاتی دهلاویه، قاچاق و مهندسی منکوس موشک ضد زره قدرتمند کورنت روسی در ایران. ایران چگونه توانست این موشک را قاچاق کنه و نسخه ایرانی این موشک، یعنی موشک های کلاس دهلاویه، چه ویژگی هایی دارن؟ مقایسه نمونه ایرانی کورنت با نسخه اصلی روسی، کدام موشک بهتر از آب در اومد؟ با ما همراه باشید. سلام خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. موشک ضد زره کورنت رو میشه پرتیراژترین و فعالترین موشک جنگ های اخیر جهان دونست. موشکی که چه در جنگ اوکراین و چه در جنگ های داخلی عراق، سوریه و حتی جنگ لبنان و اسرائیل جز بهترین و پر استفاده ترین موشک استفاده شده بوده. و اگه بخوام ساده تر بگم، موشک ضد زره کورنت رو میشه اصلی ترین موشک ضد زره کشورهای بلوک شرق و به ویژه خود روسیه دونست، که از بعد موشک های ضد زره برخورد مستقیم بهترین در نوع خودش در جهانه. ولی خب قضیه کورنت داستان ما زمانی جذاب تر میشه که بدونین ایران با استفاده از فرصت جنگ های داخلی منطقه تونست تعدادی از این موشک ها رو به شکل قاچاقی وارد کشور بکنه و ایران تنها چند سال فرصت نیاز داشت تا بتونه این موشک رو در ایران با نام دهلاویه رونمایی و به شکل بسیار انبوه تولید بکنه. که خب داستان ساخت و ویژگی های نسخه ایرانی این موشک موضوع جالبیه که ما رو واداشته توی برنامه جدا اونو بررسی بکنیم. پس در این برنامه ما اول به چگونگی ورود این موشک به ایران صحبت خواهیم کرد و بعد میریم سراغ خود موشک و انواع کلاهک اون و جنگ هایی که توش شرکت کرده. پس آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از شروع لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. همه چیز از جنگ داعش شروع شد که کم کم آتش جنگ منطقه به شدت بالا گرفت و ایران هم مثل بقیه قدرت‌های منطقه‌ای ناچار شد وارد این جنگ بشه تا بتونه ورق جنگ رو به نفع متحدین خودش برگردونه. ولی خب عملیات‌های انتحاری این نیروها به شکل بسیار زیادی مانع دفاع و حملات موثر ایران و نیروهای مقاومت در طول این جنگ ها شده بود. پس اینجا بود که کم کم موشک های ضد زره و با قدرت انفجاری سنگین وارد میادین جنگ شدن تا بشه باشون جلوی این سبک از حملات رو بگیرن. پس اینجا بود که موشک ضد زره کورنت روسی به شکل انبوه وارد میادین جنگ شد و ایران که با عنوان یکی از عناصر اصلی این جنگ بود با این سلاح جذاب روسی آشنا شد و به فرمان فرماندهان ایرانی تعدادی از این موشک ها از خاک عراق و سوریه به ایران منتقل شدند و اولین تیرهای کورنت روسی وارد وزارت دفاع شدند و به دلیل ارزیابی عملکرد بالایی که این موشک داشت، وزارت دفاع دستور تولید انبوه و مهندسی معکوس این موشک رو به متخصصان نظامی کشور داد. چون در اون زمان ایران موشک ضد زره خاصی مثل الماس و یا جاولین رو در اختیار نداشت و پیشرفته ترین موشک های ضد زره ایرانی نمونه های داخلی تاو بودن که در ایران با نام طوفان اسم گذاری شده بودند و همین الانش هم به شکل بسیار انبوه استفاده شدن و کار به جایی رسیده که نمونه ایرانی این موشک، یعنی موشک کورنت، حتی در جنگ روسیه و اوکراین هم استفاده شده و ایرانی موشک رو به روس ها فروخته. اما اصلا چی شد که شوروی به سمت ساخت این قول ضد زرهی رفت؟ در دهه 1980 شوروی چندین موشک ضد تانک را در خدمت داشت، اما این در حالی بود که در اون دوران آمریکا تنها موشک تاف و دراگن رو در زرادخانه ضد موشکی خودش داشت. شوروی دارای موشک های چون ATS، مالوتکا ATS4، اسپیگوت ATS5 با نام شوروی کنکورس و دو مدل موشک دیگر بود که در کل موشک های خوبی در زمان خودشون بودن. ولی مشکل اینجا بود که با رشد مقاومت و زره تانک های غربی نوینی مثل چالنجر، لئوپارد 2 و یا آبرامز بود که میزان تاثیرگذاری این موشک ها مورد شک و تردید بسیار قرار گرفت و دیگه توان نابودی تانک ها رو نداشتن. حتی موشک کنکورس که در اون زمان پرتوان ترین موشک ضد تانک شوروی بود، مدارای سیستم هدایت نیمه خودکار سیمی بود و میتونست در 800 میلیمتر زره در زاویه 0 درجه و 250 میلیمتر زره با شیب 60 درجه نفوذ کنه که بازم جوابگوی کار نبود و با اصلاح سبک و ترکیب زره های شیبدار غربی بود که موشک های ضد زره هم باید پیشرفت میکردن.
برای نمونه موشک AT-5 کنکورس دارای قدرت نفوذ 800 میلیمتر در زره 0 درجه و 250 میلیمتر در زره با شیب 60 درجه و 450 میلیمتر در زره با شیب 30 درجه است. و در کل موشک ضد زره زمینی به تازگی از روبرو روی تانک‌های مدرن تاثیر زیادی ندارد، چون تانک‌هایی چون لئوپارد 2، آبرامز و یا مرکابا دارای مقاومت بالای 1500 میلیمتری هستند. ولی بهترین موشک‌های ضد تانک زمین پاگه تنها توان نفوذ در 1300 میلیمتر زره تخ رو دارن. البته امروزه بیشتر موشک‌های ضد زره تاپ اتک هستن و از جایی که تانک آسیب پذیرتره بهش ضربه میزنن، مثل الماس ایران. در واقع در نسل جدید موشک‌های ضد زره به جای هدف قرار دادن بخش جلویی و پرزره تانک‌ها، موشک‌ها از بالای تانک، یعنی در جایی که کمترین زره قرار داره، به تانک‌ها حمله می‌کنن. یا در طول جنگ شانس نابودی تانک رو بالاتر می‌بره. اما در اون زمان هنوز چنین فناوری‌های خیلی مد نشده بودن و موشک‌های مثل کورنت توی بورس بودن. اما حالا برسیم به دهلاویه. دهلاویه یک موشک هدایت شونده ضد تانک یا به اختصار ATGM که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ساخته شده. این موشک ضد زره در تاریخ 17 تیر 1391 توسط وزیر دفاع ایران سرتیپ پاسدار احمد وحیدی رونمایی شد. این موشک جهت یادبود شهید مصطفی چمران به نام محل شهادت شدن وی دهلاویه نامیده شد. موشک دهلاویه دارای وزنی در حدود 22 ممیز 7 کیلوگرمیه که از این مقدار 6 ممیز 8 کیلوگرم به سر جنگ دو مرحله اون اختصاص داره. مرحله اول کلاک برای فعال کردن زره واکنشی استفاده میشه. برد عملیاتی این سلاح در صحنه درگیری در بازه 100 تا 5500 متر تخمین زده میشه. اگه برای شلیک این موشک از سیستم دید در شب استفاده بشه، برد اون به شعاع 3500 متری کاهش بده. وزن پرتابگر این موشک 26 کیلوگرم بوده که قابلیت هم توسط خدمه رو داره. پرتابگر دهلاویه نیز هر چند شباهتی به پرتابگر توسن داره، اما در اون لوله حاوی موشک در قسمت فوقانی دوربین قرار گرفته. موشک پس از رصد از طریق دوربین به سوی هدف شلیک میشه. موشک دهلاویه با بهره‌برداری از سیستم هدایت بومی و بسیار پیشرفته‌ای که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران ساخته شده، در مقابل انواع جنگ‌های الکترونیکی مقاومه. به گفته احمد وحیدی، سر جنگ بسیار قدرتمند با قابلیت نفوذ در زره واکنشی انفجاری و سوانه نفوذ تا 900 میلی‌متری رو داشت. این سامانه موشکی میتونه اهداف متحرک و ثابت زرهی، اهداف دریایی و هوایی مانند بالگردها رو منهدم کنه. دهلاویه هم با بهره‌گیری از تجربه موشک کورنت و نفوذ بسیار زیاد در زره میتونه در نصب‌های زمینی موفق عمل کنه. و بعد از تولید انبوع دهلاویه در ایران بود که کم کم نسخه‌های جدیدتری از این موشک ساخته شد. و حتی جالبه بدونین با شروع جنگ اوکراین و در نهایت درگیری بین ارتش روسیه و اوکراینی ها بود که انبارهای تسلیحاتی روس ها به سرعت خالی شدند. و بر اساس گفته های منابع غربی، روس ها برای تامین انبارهای خودشون رو به تسلیحات ایرانی آوردند. بعد حداقل 2 تا 10 هزار تیر موشک ضد زره ایرانی با استفاده از کشتی های کانتینروری از ایران به روسیه صادر شدند و ایران تونست محصول خودشون رو به خودشون بفروشه که قیمت هر تیر بر اساس گفته ها 8 تا 20 هزار دلار قیمت گذاری شده بود و پول هم به شکل طلا وارد کشور شده. اما دیگه بیاییم بریم توی بهره این موشک. کلک این موشک هم دو نوعه، یک نوع ترموباریک، دیگری خرچگرد. اما حالا بیایید به صورت تخصصی تر به کلاهک ها نگاه کنیم. سلاح گرم و فشاری یا ترموباریک. این سلاح از اکسیژن هوای اطراف برای ایجاد انفجار با دمای بالا استفاده میکنه. در ابتدا به کمک یک خرج کوچک ابری از غبار انفجاری در شعاع انفجاری خودش ایجاد میکنه که با اکسیژن موجود در جو مخلوط میشه، سپس در مرحله بعد این توده رو با خرج دوم محترق میکنه و آتیش میگیره، به طوری که تمام منطقه آتیش گرفته شده رو نابود میکنه. ترموباریک نوعی کلاک شدید انفجار یا های اکسپلوسیوه. در خصوص مکانیزم عمل سر جنگی شدید انفجار ترموباریک نیز، ابتدا خرج میانجی اون منفجر شده و مایع دوغابی APN در محیط پخش و با اکسیژن مخلوط و اکسید میشه. سپس در مرحله دوم خرج اصلی منفجر شده و ابر تشکیل شده در محیط منفجر شده و فشار موج انفجار سنگین همراه با حرارت بسیار شدیدی تولید میشه و اکسیژن محیط منفجر شده کاملا مکیده شده و خلأ ایجاد میشه که واسه از بین رفتن فشار میشه. مجدد با همون سرعت
هوا برای پر کردن خلأ هجوم میاره و فشار بر جسم ناگهان زیاد شده و جسم از هم میپاشه. از این رو به این سلاح‌ها گرم و فشاری نیز میگن. در کل این نوع از مهمات برای شکار نفربرهای سبک و یا زدن انبارهای تسلیحاتی گزینه خوبی هستند. سر جنگ خرجگود HEAT در این انفجار مؤلفه فشار افقی نیروها یکدیگر رو خونسا میکنن، اما انرژی مؤلفه عمودی با هم جمع میشن و خلاف جهت گودی فرو رفته حرکت کرده که برای نقطه‌ای در سطح هدف متمرکز و در نتیجه سوراخ عمیق‌تری حاصل میشه. اما بیان ببینیم که توی خود ایران این موشک رو روی چه تجهیزاتی نصب کردن. خب ایران از اونجایی که تا پیش از ورود به خدمت الماس تنها میتونست به دهلاویه به عنوان پیشرفته‌ترین موشک ضد زره خودش تکیه بکنه، اینجا بود که باید بگم تقریبا روی هر چیزی که فکر بکنین این موشک نصب شده. به شکلی دیگه به جز موشک‌های ضد زره و ضد نفر که توسط اپراتورها قابل حمل هستن، ایران این موشک رو روی هلیکوپترهای کبرای ارتش با برد 8-10 کیلومتری نصب کرده. به جز این هواگرد در لیست بعدی تجهیزاتی هستن که این موشک روشون به شکل تکی یا دوتایی نصبن و یه جورایی باید بگم که نفربرهای ایرانی قابلیت ضد تانک دارن. و در آخرین خلاقیت ایران با نصب 4 موشک ضد تانک دهلاویه روی ماشین عرص، اونو تبدیل به یک شکارچی تانک با نام سامانه پیروز کرده که به شکل تخصصی و برای شکار تانک ها در میادین جنگی توسعه پیدا کرده. همچنین جالبه بدونین از اونجایی که سامانه‌های دفاع فعال مرکاوای اسرائیلی میتونن با یکی از این موشک‌ها درگیر بشن، ایران و لبنان در خلاقیتی 2 موشک دهلاویه رو به شکل همزمان به سمت این تانک‌ها شلیک می‌کردن تا در صورت ناموفق بودن موشک اول، موشک دوم بتونه تانک رو غیر عملیاتی یا نابود بکنه. اگه هم نمی‌دونین سامانه‌های دفاع گرم تانک‌ها چیه، باید بگم که در تانک‌ها برای دفاع از خودشون به تازگی به سامانه‌های دفاعی مجهز شدن که با شلیک راکت ساچمه‌ای و انفجار اون بغل موشک نزدیک شونده مانع برخورد موشک ضد زره با تانک میشن که اسرائیلی ها یکی از اصلی‌ترین کاربران این سامانه در طول جنگ‌های اخیر بودن. همچنین ناگفته نمونه به تازگی و با ورود موشک‌های جدیدتر الماس که نمونه ایرانی اسپایک خود اسرائیلی هاست، کم کم موشک‌های ضد زره دهلاویه جای خودشونو دارن به این موشک جدید ایرانی میدن. اگه الماس ایرانی از دهلاویه بسیار در جنگ اخیر بهتر عمل کرد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.